عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. ما در دو مرحله با یک مسئله خیلی جدی روبرو شدیم. یک بار مرحله اول در واقع موقعی بود که انقلاب ملی ایران به نام مهسا امینی و اون شعار معروف زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی اتفاق افتاد و گل اون جریان به نظر من افشا شدن زبان بود، یعنی ملت ایران چه در داخل طبیعتاً اصل اونها بودن و پیرو اونها ایرانی هایی که خارج از ایران بودن زبان را آوردن بیرون، آن چیزی که در ذهنشون در واقع به صورت کینه، نفرت، خشم از یک نظام سیاسی تمامیتگرای جنایتکار تلمبار شده بود تبدیل به گلوله های زبان شد و از دهانشون بیرون اومد و فضا رو به شکلی میشه گفت معطر کرد. حالا من اینا رو که طبیعتاً در زبان هم طنزی وجود داره، پیشاپیشم بگم که واقعیتش مطلق من در رابطه با این مسئله چیزی رو آماده نکردم، به این دلیل که از زمانی که من میتونم بگم جداً از سال 2008 من قطعی رو منتشر کرده بودم به نام فوش بده، اصلا مضمونش این بود و اون موقع من خیلی متعجب شده بودم، احتمالا یه بخشیش به مضمون کارهای من ربط داشت، یه بخشیش به لهجه من، به تازه اون موقع من خیلی کار جنجالی عجیب غریبی نکرده بودم که بگم خب حالا مثلا خیلی جنجالی بوده این آدم، دشمن پیدا کرده، نه تازه ابتدای داستان بود، ولی به شکلی عجیب شروع شده بود فحاشی و خب سالها طول کشید تا من بفهمم که اون فحش ها چه بودن. مثلا یکی فکر می‌کردن که من لهجه مثلا ترکیه عنوان یک ترک مسخره میکردن یا فوش میدادن، یکی به عنوان کرد فوش میدادن، فکر میکرد من کردم، بعد که فهمیدن من گیلکم که خب دیگه به عنوان گیلک فوش میدادن. در هر صورت این بحث فوش برای من اهمیت پیدا کرد و بعدم اینم باید بهتون بگم که کلن ما گیلانی ها خوش فوشیم، یعنی فوش تو زبان ما، تو دهان ما اینجوری غل میخوره قشنگ و تبدیل به یه چیزای خیلی خوشگلی میشه. حالا که من اینجا نمیتونم بگم بهتون، میدونید که من آدمی هستم که به هر حال شرم حضور دارم، خجالتی، ولی واقعیتش اینه که بسیار خلاقانه من دیده بودم گیلک ها با فوش برخورد میکنن، فقط هم بحث فوش خار و مادر و فلان اینجور چیزا نه، فوش هایی که میشد اینا رو تجسم کرد، مثلا چیزی رو تشبیه میکردن به چکمه کشاورزی یا نمیدونم از حیوانات مایه میذاشتن، خیلی سورئال. اینا رو گفتم به شما این نکته رو بگم که چجوری من با این بحث نزدیکم، چطور سعی کردم بفهممش و نه به عنوان یک امر اخلاقی که آخ حالا فوش نده بده فلان اینا، نه، بعد خب ابزار کار ما به عنوان کسی که به هر حال کار هنری خیر سرش داره میکنه یه بخشش زبانه و فوش چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد بخشی از زبانه، بخشی از سنت حتی، یعنی اگر قرار باشه جدی چهار تا محقق بشینن و تحقیقی به مسئله فوش نگاه بکنن، بررسی بکنن، خب طبیعتاً نتایج جالبی به دست میارن. حالا من در ایران واقعیتش نمیدونم که این اتفاق افتاده، این کار شده یا نه، به صورت ضمنی ما میدونیم، یعنی شما چه از سعدی بگیرید، از قرن هفتم بگیرید تا همینطوری بیای جلو که دیگه گلش ایرج میرزا بشه، ما با فوش، با رکیک شدن زبان، با افشای زبان، من از این اصطلاح بیشتر خوشم میاد، و فاش شدن آن چیزی که در ظاهر باید پنهان بشه و استفاده از تعابیر، استعاره ها، تمثیل ها، همه اینها مجموعاً در زبان شکل میگیره. حالا بحث سر چیه؟ صغرا کبرا، بحث اینه که تو امین دور دومی که خواستم خدمتتون عرض بکنم، دور اول که هیچی، اونجا خطاب مستقیم فقط حکومت بود از طرف مردم، در دور دوم که الان ما داریم میبینیم بحث فحاشی رو که خیلی هم وسیع شده، ایده حمله میکنن به صورت زبانی با ابزار زبان به کسانی که رأی میدن و به شدیدترین شکل ممکن اینا رو مورد فحاشی قرار میدن. طبیعتاً کار من نیست اینجا بخوام ارزش‌گذاری اخلاقی بکنم یا اینکه بخوام اینا رو به هر حال نفیشون بکنم یا تاییدشون بکنم، کار من اینه که من بفهمم به عنوان یکی از شما با هم دیگه بلند بلند فکر بکنیم ببینیم چه چیزی موجب میشه که یک جامعه این چنین خشمگین بشه، همه چیزش رو به شکلی از دست بده، منابع مالیش رو از دست بده، اراده
تأثیرگذاری بر حاکمیت رو از دست بده، وگرنه این جوونی که اومده اینجا مثلا با سن 30 سالگی، خب به هر حال در خلوت خودش براش سوال پیش میاد، من چرا باید در 30 سالگی خانواده خودم رها بکنم و جانم رو بردارم بذارم رو کولم از آب و دریا و فلان و نمیدونم خشکی و کوه و جنگل بزنم؟ و شوخی نیست، جدیه، همه سامسونت بر نمیدارن با پول مامان بابا بلندشن تر و تمیز بیان خارج، اونم کدوم خارج؟ یعنی من نمیخوام از بحث منحرف بشم، یعنی این اندازه دشوار. این آدم میاد اینجا، اولین چیزی که و صریح ترین چیز و شفاف ترین و انسانی ترین و طبیعی ترین چیزی که این باید بگه، بگه خامنه ای و کلهم و فلان. من هر کی اگه جز این بگه، ما داریم در مورد خلوتش حرف میزنیم، مثلا بگه آه خود لعنت کنه خامنه ای رو، نمیدونم وای رفسنجانی مثلا فلان، یا اینا میشه لوسبازی، اینا میشه دروغ، اینا میشه کلک، میشه تقلب. زبون رو با صابون نمیشه شست که، این زبونه به دل اصطلاحی وصله، اون سوخته و این آتشی که از اون سوختگی داره بیرون میاد. حالا این آدمی که سوخته و هزینه داده و رنج کشیده و چه بسا به خاطر اعتقادش، که من فکر میکنم بسیاری از این بچه ها رو که دیدم اینا بچه های ملی هستن، اونایی که به این دلیل، به دلیل رأی دادن دارن فحش میرن، این سوخته از این درد، از درد از دست دادن وطن، از درد دیدن حاکمیت یک نظام سیاسی که داره وطن رو میفروشه و نابود داره میکنه، این طبیعی ترین کاریه که میتونه انجام بده. بازم دارم میگم ارزش گذاری اخلاق نمی کنم، من دارم میگم این طبیعی است. دک کن دکا، این حرکت انجام شده، این نتیجهش بوده، سیلی زدن، داد کشیده، حلقشو گرفتن، گاز گرفته، باتون زدن، فوش میده. و بعد اون نفری که تر و تمیز بلند میشه میره دم سفارت خونه، حالا سفارت خونه که کدوم سفارت خونه، تو گاراژ و نمیدونم کجا دارن رای گیری میکنن، من دیدم مثلا خندم گرفت و خوبه، خیلی خوبه، بدبختی جمهوری اسلامی ما داریم به چشم میبینیم. بعد اون نفری که بلند شده راست راست از چپش بگیر، اصلا شرم دارم اسمشونو بیارم، هستن دیگه تو لندن و فلان دیگه، مش از این بیزلیس های خامنه ای که سالها مثلا نفر زیر عکس مارکس داشته سینه میزده، که خاصیت چپه، خاصیت مارکسیسم، کمونیسم و حتی سوسیالیست هاست که زیر عبای قدرت میتونن اینها فقط برای رسیدن به خواست هاشون هر اندازه که باشه اینو سینه میزنن، خم میشن، همچنان زمان اوایل انقلاب شدن، الان هم میشن. و نفر میگه آقا تو خانوادت رو کشتن، تو چرا میری رای میدی؟ بعد میگه من چرا به من فحش میدید آزادی دموکراسی؟ بذار تو از اساس معنای آزادی و دموکراسی نمیدونی، مطلق نمیدونی. همه اینا رو گفتم، از اون چیزی که میخواستم دور نشم. چشم رو باز کردم، اینترنت رو نگاه کردم، دیدم شخص شخیص خبرنگار بی بی سی، دیدم زیرش نوشتن فحاشی فلان، نگاه کردم نمیشنیدم، بلندتر کردم، نزدیک کردم، دیدم یا زهرای اطهر، خبرنگار بی بی سی. بی بی سی چی هستم؟ فوش نمیدن که خبرنگاران فرهیخته رسانه های ایرانی که فحاشی نمی کنن که. من میدنم آفیسر مزدور انگلیسی، بی بی سی مزدور انگلیسی. من کردم و خواهر و مادر شما رو فلان. دیگه چی باید بگیم؟
این جماعتی که پیش از این گفتم سوخت دل هستن و اون داغ داره از زبانشون بیرون میاد، تا الان به خاطر همین چیزا فحش داشتن میخوردن. که چی؟ که آقا ما داریم میسوزیم از درد و شما با رأی دادنتون دارید نمک میپاشید رو زخم مادر و پدر ندا، پویا، نیکا، مهسا. بعد صحبت از آزادی دموکراسی میکنی؟ بعد اینجوری وقتی که افشا میشید کجاست الان؟ الان رسانه بی بی سی چیکار میخواد بکنه؟ اصلا رسانه بی بی سی چی؟ غیرتمندان کرد الان میخوان چیکار بکنن؟ آیا این آدم نماینده کردهای عزیز و گرانقدر ماست؟ که من به عنوان یک کرد خواهر مادر شما رو؟ مگه کردها اینجوری هن مگه؟ کردها پاسداران و رزمندگان تاریخی ایرانن. اگر معذرت میخوام خواهر مادری قرار بود چپ و راست بشه، بیگانه این کارو میکردن. تو بعد میای به هموطن خودت و به کسی که تو میدونی به چی برای چی داره به تو فحش میده، و تو تنها کاری که باید میکردی سکوت بود. باید فحشه رو بغل میکردی، با آرامش میرفتی تو رخت خواب. توی خبرنگار اصلا اجازه نداری برگشت بدی. چه اون خبرنگارتون باشه که فرار میکنه بره بالای پشت بام، چه تویی که اومدی جرأت کردی اومدی تو خیابون کردی. برو همین حرفو به کردا بزن ببین چی بهت میگن. به کردی اصلا چه ربطی داره؟ کردها رو چرا وسط میکشی؟ اصلا فهمیدی چی گفتی؟ مثل اینکه من بیام بگم آقا من گیلکم، من انزلیچیم، من فلانم، من فلان بکنم. برده دو دوتا بزرگ انزلی و گیلان میان گوش ماری میگیرم، میگم تو از خودت مایه بذار. از گیلان چرا مایه میذاری؟ از گیلک چرا مایه میذاری؟ بعد تو دوباره میخوای برگردی جلوی دوربین؟ بعد تو میخوای دوباره برگی کراوات بزنی بشینی صاف صاف صحبت از دموکراسی آزادی بکنی؟ کمترینش اینه که رسانه وزینه بی بی سی ایشونو توبیخ میکنه، اخراج میکنه، تأدیب میکنه که متوجه باشه که یه خبرنگار باید فحش بخوره. یه رسانه چی؟ مثل یه بازیکن فوتبال. بازیکن فوتبال هر کاری هم تو زمین باش بکنن، هر جا حرکت اشتباهی انجام بدن، تماشاگرا در نهایت اونو میندازن بیرون. اونا بعد میتونن بعدا چی اسمش فیفا که بشینن یه تصمیم گیری بعدی بکنن، مثلا فلان تیم رو محروم بکنن از داشتن تماشاگر. خوشبختانه رسانه نمیتونه این کارو بکنه. توی خبرنگار اون بازیکن هستی، سرتو باید بندازی پایین، هر چی بهت میگن کارتو فقط اون کارا رو انجام بدی. تا موقعی که به تو کسی صدمه جسمی نزده که پلیس هست، سیستم هست، بداره فکر کردی مثلا تو شعورت بیشتر از اروپایی هست که اینا برای فحاشی جرم نمیذارن، که تو دهانتو باز بکنی و یک قوم رو، یک جماعت رو بخوای درگیر عصبانیت خودت بکنی. این کارو نیستی، بزن کنار، برو بشین توی توییتر و اینور اونور برای خود مثل بقیه فحش بده. خبرنگاری تو. و دوباره ما میخوایم به این مسئله برگردیم که چقدر این اتفاق مهمیه. برای همین من از ابتدا گفتم فاش شدن زبان. دست از اون این مزدور جمهوری اسلامی نگاش کنی. ایشون فکر کرده ما از خونه نیکا و سارنا میگذریم. ایشون نمیدونه من نماینده نسرین شاکرمی هستم اینجا، و ایشون فکر میکنه این شکم پر گوش همینجوری میمونه. ایشون نمیدونه که از خ**ی آویزون میشه. صحبتی نداری؟ چرا؟ میخواستم بگم در شن شما تقلب و درویی و اندرونی بازی بکشید، تموم شد. اینو این پنبه رو از تو گوشتون در بیارید. نمونه های کمی هم نداشتید از هنرمند و ورزشکار و اینها که تو خلوت یه چیز دیگه میگفتن، اومدن بیرون حرفاشون شنیده شد و از طرف جامعه دور انداخته شدن. توی خبرنگار هم همینجوری. بحث فقط تو نیستی، بحث اون جریانیه که از خودش داره یک چیز دروغین میسازه، یک نیروی رو که نیروی
برتر سیاسی اجتماعی هم از جهت کیفی و هم از جهت کمی هست رو تخفیف بده، خار بکنه، تحقیر بکنه، راستن، افراطیان، فلانن، فحاشن، بسارن، بعد از دهن تو بیرون میاد، میگیردت، چون یادت میره انسانی. حالا من میخوام از تو دفاع بکنم، از توی خبرنگار بیستی، تو انسانی، هر چی باشی، درسته به هر دلیلی مجبوری مثلا برای رسانه‌ای مثل بی بی سی کار بکنی، ولی خب این که گناه نیست، که جرم نیست، که به هر دلیلی کار داری میکنی، اما انسانی در هر صورت، هر چی باشی از جهت شخصیتی، دانش، یا چون مصاحبهاتون هم دیدیم با کسای دیگه، و در یک شرایط خاصی تحت فشار قرار میگیری، به عنوان یک انسان برگشت میدی. ولی متاسفم برات، چون یادت رفته که خبر نگاری. اینجا اون بخش زیبای راستیه، بخش زیبای شفافیت، این تمام اون چیزی که ما در رابطه با جریانهای سیاسی در بطن اجتماع، در روابط خصوصی و عمومیمون انتظار داریم، به شکلی که تا جایی که میتونیم با هم دیگه شفاف باشیم، تا جایی که میتونیم با هم دیگه صادق باشیم، درست باشیم، فریب ندیم هم دیگه رو، و اگر هم اتفاقی میفته، معایبی وجود داره، تبدیلش نکنیم به یک شر مطلق و از افراد، اشخاص و نیروها چنان منزجر بشیم که خب البته ما حداقل این آقا رو میتونیم حدس بزنیم مسئلهش چیه، که احتمالاً ربط پیدا میکنه به یه سری مسائل مثلا در رابطه با تمامیت ارضی ایران. اما در نهایت بحث ما همینه که چگونه یک جامعه باید هی خودش رو لایروبی بکنه، هی کثافت‌ها بیاد بالا، نترسیم، بذاریم مشخص بشه کی کیه. مگه شما الان چرا در مورد مثلا کسی مثل شاهین شما تصور میکنین من مثلا تو خونه از یه چیزی مثلا بدم بیاد، یا یه ورزشی ببینم، یه چیزی ببینم، حتی میخوام ازش تعریفم بکنم که خب نمیگم وای چه مثلا پسر خوبی، چه فلان، ممکنه یه فوش ریزی هم بدم، ایرادی هم نداره، به خاطر اون زبانه است، از سر حتی ناراحتی هم نیست. یعنی من حالا تا به یه بخشی از بحث فوش اشاره کردم که از سر عصبانیت و ناراحتی است، این بخشی از احساسات ماه، بخشی از زندگیه، بحث زبانم جای خودش، این مای آدمیه، به عنوان یک ابزار زندگیه، مثل بدن ما، از بدن ما داره بیرون میاد. اینکه در یه جاهایی میبینید مثلا یه دفعه پلیس میاد نفر شلوار خودشو میکشه پایین، تو این رپرهای مثلا آمریکایی دیدید دیگه، یا تو یه بخشی از اروپای شرقی این سنت وجود داره که وقتی پلیس حمله میکنه به یه سری محلات، خصوصا زنهای خانمهای یه مقدار مسن‌تر میان و رو میکنن، در واقع پشت میکنن به پلیس و دامن خودشون رو میکشن پایین، حرکت اعتراضیه به در اون راستا، یک ابزار در واقع، یه امکانه. خوش اومدید. تنها چیزی که میتونم در پایان صحبتام بگم اینه که خوش اومدید به جهانی که دل سوختن رو، سوخت دلی رو درک میکنی. تو اون لحظه احتمالاً تنها بودی و کوچولو میتونی درک بکنی یه عده‌ای سالها و سالها برای تنهایی ایران در تنهایی خودشون جنگیدن، مبارزه کردن، فریاد زدن. الان نگاه نکنید این ملیگراها، پادشاهی خواها، مشروط خواها بلند میشن اینجوری 100 نفر 200 300 بلند میشن میان تو خیابونا، اینا یه زمانی تو زیر برف و بارون 5 نفر 10 نفر 15 نفر جمع میشدن و بقیه جامعه هم ممکن بود اینجوری نگاهشون بکنه، خب چون به هر حال بیرق و علم و پرچم و چیز خودشونو داشتن. الان جامعه ملی شده، الان فهمیده که اعتبار ایران چیست و چه بوده، و از دلش شعار ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره بیرون میاد. بگو برگرد شاه، رضا شاه روحت شاد، یا کینگ رضا پهلوی. تعارف نداریم، ما همه زبون باز کردیم، هممون لکنت داشتیم، و توی امروز لکنت دار هم فردا بیا تو همین جریان، تو جریان مردم، جامعه، نه یک حزب. نه من که الان روبرتو هستم میگه عضو حزبی هستم، عضو میگه یک جریان سیاسی مثلا مگه هستم، نه، جریان ملیه، جریان مردمه، در آرامش،
اگر زمانی لازم شد فوش بده، با خشونت فوش بده، با خشم منظورمه. این بخشی از احساساتته و امروز توی خبرنگار در جایی قرار گرفتی که این کسانی که اسم بردم سالها در اون جایگاه بودن، جایگاه تنهایی. بیا به سمت ملت، بیا با مردم باش، ببین چی میشه.